بعضی وقتا موقع نصب نرم افزار رویت یه هشدار بهت میده، میگه که درایو سیت پره و جا نداره، نمیتونی نرم افزار رو نصب کنی. اما زمانی که چک میکنی میبینی هنوز شاید نزدیک 30 گیگ فضای خالی داری. میدونی داستانش چیه؟ ویدیو رو تا آخر ببین. سلام به همه برای بچه های آرچ آرت، من سپینود اسدی هستم. اگر دنبال آموزش های بیشتر هستید حتما به وبسایت archart.ir سر بزنید. اگر هم از طریق یوتیوب ما رو دنبال میکنید حتما چنل رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید، به محض اینکه ویدیوی جدیدی از ما منتشر بشه جزو اولین نفر هستین که مطلع میشید. سلام خدمت شما دوستای عزیز، من سپینود اسدی هستم از تیم آموزشی آرچ آرت. می‌خواستم توی این ویدیو یه نکته در مورد نصب نرم افزار رویت، حالا ورژنش فرق نمی‌کنه، یه نکته هست که دیدم گهگداری دوستان باهاش برخورد می‌کنن و اون هم اینه که زمانی که می‌خوایم رویت رو نصب کنی و انتخاب می‌کنی، این هشدار رو بهت میگه، میگه که آقا درایو سی جا نداره. بعد درایو سی تو نگاه می‌کنی می‌بینی که خب هنوز جا داره، مثلا ببین مال من 24 گیگ داره. بعد اینجا رو نگاه می‌کنی ریکوایرد یا مورد نیاز، میگه که آقا من 43 گیگ می‌خوام. مگه نرم افزار رو چقدر سنگینه که 43 گیگ می‌خواد؟ اینو شما اوکی کنین، دلیلش رو من بهتون میگم. توی این هر چقدر اون صفحه اومد هی اوکی رو بزن، چون بارها میاد. بعد این فلشر رو بزن ببین دوباره میاد اوکی. ببین اینجا کانتنت پک رو داره و در واقع میخواد بیاد با برای همه این کشورهایی که چک مارکشون روشن هست بیاد اون پک فامیلی رو براشون نصب کنه، که خب ما نیاز به این کار نداریم. پس میم همه اینها رو اینجا رو ببین، نوشته 43 گیگ، من اینا رو خاموش میکنم، شما فقط این یو اس متریک رو نگه دارید. اگه دوستانی که حالا بر وارد ایمپریال میخوان کار کنن، بس به وارد ایمپریال کار کنن، اینا هم روشن بذارن باشه. اوکی، بلژیک، دانمارک، مصر، فنلاند، یونان، هنگ کنگ، هند و الی آخر، تمام اینها رو من میام خاموش میکنم دیگه. الباقی خودشون جنریک اینترنشنال کانتنت رو بذاریم باشه، یا نه همونم نیاز نداریم. آه این مال ببخشید مال چینه. خب پس در واقع شد همین دوتا. من پایین یه چک کنم ببینم چیز دیگه روشن نباشه. اوکی، حالا اینو میبندم. 43 گیگ شد چقدر؟ 8 گیگ، نزدیک 9 گیگ. خب پس این رو حواستون باشه، فکر نکنید که حالا یک مشکلی توی نصب یا هر دلیل دیگه. و من الان اومدم پک رو خاموش کردم، اون کانتنت پک رو، و حجم نصبی رو پایین آوردم که اصلش هم همینه. یعنی فکر نکنید شما دارین چیزی رو حذف میکنین از رویتتون یا ناقص میشه رویتتون، نه، همون یو اس متریک و یو اس امپریال رو داشته باشید کافیه. خب اینم نکته ای بود که من حالا خودم بهش برخوردم الان و گفتم که خوبه به شما هم منتقد کنم و با شما به اشتراک بذارم. اوکی، امیدوارم مفید بوده باشه. سبز باشید و پایدار. خب دوستان اینم از این ویدیو. دو تا ویدیو پیشنهادی دیگه براتون دارم، یکی نصب پلاگین ویری برای نرم افزار رویت هستش و یکی هم نصب نرم افزار لومیون. منتظر ویدیوهای جدید ما باشید.